کروبی ضمن قبول تنفیذ و مشروعیت احمدی نژاد رسما اعلام کرد که نباید علیه رهبر و حکومت اسلامی شعار داد. اعلام کرد ما به خاطر تهدید نظام کنار سران آن ایستاده ایم. موسوی لیست درخواستهای کیهان را پی گرفته اعلام کرد که در تظاهرات ساکت میماند. خاتمی که دیگر اشوه‌گری نبود که برای رهبر، خامنه‌ای دیگر اشوه‌گری نبود که برای رهبر نکند. تحویل گرفتن این سیاست و دادن اون به دست پایین توسط صاحبان جرس و بالاترین و نهایتاً رسوندن پیام و مسج و پیغام به طول سگهای برون مرزی، این کارو بکنید اینجوری 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 برنامه ها رو در تئاتر بیرون برون مرز پیاده بکنید. حلقه ای که تلاش برای زد و بند میان کروبی و موسوی و خاتمی رو با خامنه ای به پایین جنبش سبز وصل می کرد، اسم رمزی با عنوان اسب تراوا پیدا کرد. اعضای اتاقهای مختلف فکر و همپستوی همجوارشان به راه افتادند تا با حلقه وسط اسب تراوا سخنان بوی تعفن داده کروبی و خاتمی و موسوی رو درباره ایستادن در کنار سران نظام به دست کسانی بدهند که در پایین جنبش سبز دیپرشن سیاسیشون در کنار سران نظام، دیپرشن سیاسیشون خیلی وقت بود آغاز شده بود و فهمیده بودن، گول خورده اند، سیاه شده اند، چگونه خودشان را اسیر دست موسوی و کروبی و خاتمی و این زنازاده های درون و برون کرده بودن، دیپرشنشان هزار برابر شد و تازه فهمیدن تا کجا به آنها رفته است. اسب تراوا نام لوکس سازش علنی به رنگ خامنه‌ای در آمدن بود. می‌خواستند اگر از میانشان پرسیده شود که چرا بر تبل سازش می‌کوبند، وعده رسیدن به قلعه دشمن را بدهند. به یاد دارم همین داریوش و همایون وقتی خاتمی می‌خواست دور اول انتخاباتی دور اول ریاست جمهوریش تو همین المپیک کالکشن، من بلند شدم گفتم آقا چرا دارید تو این شهر و توی اروپا و توی آمریکا هی میری و میای خاتمی خاتمی میکنی؟ گفت برای اینکه اینم میاد از درون رژیم رو میزنه، این تافته جدا بافته است، این گورباچوف ایرانه. گفتم این حرامزادگی، این دشمنی با ملت ایرانه. حکومت اسلامی در اوج استیصال بعد از جریانات دادگاه میکنوس بود، هزار برابر وضعش از حالا در زمان خودش بدتر بود. خاتمی رو آوردن و اون بلا رو سر ما آوردن. خب گوش کن، صحنه گردانان هنوز همونا هستن. وقتی ازشان سوال میشد چرا بر تبل سازش میکوبید، وعده رسیدن به قلعه دشمن رو میدادند. چون بیانیه ها و اطلاعیه های رهبران جنبش سبز دیگر به طور معمول غیر قابل توجیه شده بود و همه را دچار بهت و حیرت کرده بود و ملت فهمیده بودند تا اینجا سرشان کلاه رفته است، تا اینجا در باطلاق دروغ و حیله و نیرنگ اون موسوی خائن جنایتکار دهه های 60 و 67 و اون کروبی دزد بیشرف بیناموس و خامنه ای و پشت سر همه اینها اون سیاست مدار ازبک حرامزاده فاسد رفسنجانی که همه این طرها از او بیرون می آید. چون بیانیه ها و اطلاعیه های رهبران جنبش سبز در درون و برون دیگر به طور معمول غیر قابل توجیه شده بود، از سوی جرس اطلاعیه‌ای به عنوان راهکارهای راهپیمایی 22 بهمن پخش شد که حتی تیتر آن وقتی من دیدم تنم لرزید. این اطلاعیه رهنمود برای برپایی تظاهرات، برپایی چگونگی تظاهرات نبود. خب گوش کنید، هشدار درباره جلوگیری از انجام تظاهرات بود.
در بندی از این هشدارها صریحا آمده بود که باید جلوی سوزاندن حجاب و پرچم اسلامی رو گرفت. در این تلویزیون گفتیم پرچم اسلامی رو باید در اون روز آتش بزنید. شجره تلویزیونش نگفت، شهرام همایون نگفت، هیچ کسی نگفت، سعید سکویی، آریه نوطن‌خواه، این دو سرباز در این تلویزیون، در این رسانه، در این سنگر گفتن در 22 بهمن پرچم‌های حکومت اسلامی. موسوی میدونه من مثل شیر جلوش ایستادم و جلوی اون ارباب مفعول یک دست حرامزادش خامنه ایش و همه دار و دست مافیاییشون. همین الانم داره این برنامه رو میبینه. به اهورامزدای ایران اون تناب و دور گردنت میندازیم موسوی. بعد از محاکمه عادلانه، بعد از اینکه تو اومدی و در دادگاه کشتارهای 60 و 67 رو دلیلش رو گفتی، این اطلاعیه موسوی رهنمود برپایی چگونگی تظاهرات نبود، هشدار درباره جلوگیری از انجام تظاهرات بود. در واقع به مردم میگفت تو خونه بنشینید. در بندی از این هشدارها صریحا آمده بود که باید جلوی سوزاندن حجاب و پرچم جمهوری اسلامی گرفته شود. روسوی مثل سگ تو از این رسانه میترسی. اون لاریجانی حرومزاده بهش گفتم اون روز پاتو بذاری 22 بهمن تو خیابون، از این تونیکه یاسر عرفات رو بندازی رو شونت. خیلی زرنگی کرد نعمت. این رهنمودها که بار قاطره، نه اسبه، بار قاطره تراوای مهاجرانی و اتاق فکر او بود، صرفا برای تظاهرات داخل کشور نبود. قرار بود جلوی هر گونه صدای آزادی خواهی رو اگر با گلوله رنگی و باتوم و جمعیت ساندیسی نشه گرفت، اینها در قامت سبز بگیرن. یعنی در واقع اگر مردم می اومدن، یعنی اینها مردم رو از نظر فکری، روحی، روانی، جسمی بیچاره فکریشون نمی کردن، مردم باز دیدند که گول خوردن، باز دیدن فریب خوردن، باز دیدن علم. آخه مردم چقدر فریب میخورید؟ مثل اون مرده که نه انگشتی که نشسته بود تو اون تلویزیون دوزاری میگفت همه از کنار سکویی رفتن به جهنم که مزدوراب و فاحشاب و خودفروخته های رژیم و هیچ وقت در کنار من نبودن، من همیشه خواستم جگرشون رو در بیارم. نگران بودند امثال مهاجرانی ها، کتیبرها، سازگاراها، کشبرگنجی ها، اون یارو چاقوکش مخملباف و امثال هم، و در درون که نکنه با این همه نیروی انتظامی، با این همه آدم کش، با این همه ساز و برگ جنگی، با این همه کامیون های پر از ساندویچ و نمیدونم نوشابه و این گونه مسائل، با این همه پولی که مردم بخش کرده بودند و قول و قرارهایی که داده بودند و چک های بی محلی که داده بودند، نکنه یه موقع رژیم سرنگون بشه. باز هم میترسیدند رژیمشونه. اینا بچه های از پشت کمر افتاده همین آخوندهای بی پدر و مادر هستند. اینها گفتند اگر رژیم نتونه اون روز مردم رو کنترل کنه، ما با همین رنگ سبز، با همین اعلامیه ها، با همین بیانیه ها، با همین اتاقهای فکر، با همین سیابازی ها، با همین شالاتانبازی ها، با همین مصاحبه های بی بی سی و وایس آف امریکا و رادیو زمانه و رادیو فرانسه و اینور و اونور و فرستادن به درون ایران، ما جلوش رو میگیریم. ما حتی در بعضی مواقع از اون کارت و چاقو و بمب نمیدونم گاز اشکاور رنگی و زهر خردلی و نمیدونم گلوله و اینها بهتر برای رژیم کار میکنیم. طرفداران نظام پادشاهی رو سبز تو گردن دستشون و گردنشون رو به این برورشون میبندیم، کنترلشون میکنیم. نه منو، حرومزاده ها، بعضی هاشون که
وابسته به رژیمم نیستن، من میشناسم تو این شهر. 8 ماه طول کشید تا اونایی که باشون لاس میزدن بهشون بگن مرگ بر شاطینتشون. من همون روز اولی که تو اون کتاب فروشی اولین تظاهرات میخواست با سبز تو اینجا انجام بشه بغل دست اینا نشستم، تو چشاشون نگاه کردم، من مزدوری و جیره خواری حکومت اسلامی رو درشون دیدم.